چه لزومی داشت که شاهزاده با شخصیت‌هایی همچون علی کریمی، گلشیفته فرهانی، با معصوم علی نژاد، با آقای حامد اسماعیلیان این اتحاد رو داشته باشه؟ هرچند میدونیم که همه ماها که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم یک دل هستیم در هر جایگاهی که هستیم، چه به عنوان هنرمند چه به عنوان ورزشکار، اما چرا باید یک چنین ائتلاف یک باره یک جا، یعنی نشون میده که این سازماندهی از قبل شده بود و در حال حاضر در بین اپوزیسیون و در بین مردم به هر حال این سوال هست. ببینید دوستان، شاهزاده فرمودن این یک همراهی است. حالا ائتلاف در زبان فارسی معنای همراهی در راستای یک هدف رو هم میگه. بله. البته شاهزاده گفتن حزبی عمل نکردن. خب آقای حامد اسماعیلیون حزبی ندارن، متولد 1977 میشه سال 55، تقریبا همسن خانم مسیح علی نژادن و تقریبا با یه خورده این برانور همسن آقای کریمی. خانم بنیادی سنش کمتره. اگر دقت کنیم هیچ کدوم از این آدم ها هیچ نقشی در قضیه شورش 57 نداشت. این مطلب مهم. دوم، با گروه های تجزیه طلب هم ارتباطی ندارن، یعنی نه پان کردن، نه پان بلوچن، نه پان عربن، نه پان ترک. گرچه آقای حامد اسماعیلیون متولد تبریز، بزرگ شده تبریز، همونجا هم دکتراش گرفته، اما ارتباطی با این گروه ها اصلا نداره و تا امروز حرفی از این مسائل نزده. خانم مسیح علی نژاد چندین ساله، حالا با چهارشنبه های سفیدش، با بحث آزادی های یواشکیش در صدای آمریکا مورد حمایت بوده و با آقای مکرون دیدار داشته، در همین 60 روزه جناب آقای حامد اسماعیلیون، دختر گلشون، دختر کوچکشون 6 ساله ریرا و همسر گلشون رو 3 سال پیش در زدن هواپیمای تهران کیف 752 پی 752 از دست دادن که اگه یادتون باشه همون سال شبکه امید جاودان چند تا برنامه داشت در همین مورد، خودتون مدیرش بودید، بنده هم خدمت شما بودم. و ما باز برای چندمین بار تسلیت میگیم به خانواده این عزیزان. بله. خب از اونجا اومدن سخنگو شدن و قبلش هم نویسنده بودن، کتاب‌های مانند گاماسیاب مال ایشونه و چند تا کتاب دیگه. بله. البته بهشون تهمت هم زدن، کتابی به نام گاماسیاب ماهی نداره همچی چیزی. و ایشون در طول 60 روز گذشته، 70 روز گذشته، امروز 109مین 110مین روز انقلاب، بله، آمدن و چند راهپیمایی دادن در روزهای شنبه. راهپیمایی تورنتو و راهپیمایی برلین ایشون در تاریخ ایران معاصر بی هم بود. بیش از 80,000 نفر، به گفته پلیس برلین حدود 105,000 نفر در راهپیمایی برلین آمدن یک ماهی پیش. این خیلی عدد بزرگیه، چون کلن 270,000 نفر ایرانی در اون محدوده جغرافیایی زندگی میکردن، یعنی تقریبا 40% مردم آمده بودن. خیلی هم جای دیگه آمده بودن، از استراسبورگ آمده بودن، از کوپنهاگ آمده بودن، از پاریس آمده بودن. البته در خود پاریس راهپیمایی دیگه بود. اعضای سازمان مجاهدین خلق هم راه ندادن. مطلب مهم اینجاست، این آدم ها در مشی سکولار دموکراسی و تمامیت ارضی ایران یه توییت فعلا با هم دادن. هنوز اگر هم خبری هست، اگر هم هیئت امنایی هست، اگر هم تصمیمی هست، علنی نشد. الان فقط یک دونه توییت هست و ما باید ببینیم نتیجه اون چی میشه. دوستان اگر اجازه بدید، حالا ببینیم صحبت های جناب حیدری هم چی هست، ما ببینیم در ایران سابقه ائتلاف چی بوده، در هم کشور خودمون و در کشورهای ائتلاف و اتحاد چی بوده. یادمون باشه این همراهی ممکن هدف کوتاه مدت یا طولانی مدت داشته باشه. این همراهی ممکنه فقط در دادن یه توییت باشه و ادامه پیدا نکنه. ما هنوز در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم. خب من میخوام به پیروی همین صحبت بریم جلو. اگر این همراهی، این ائتلاف، این اتحاد نتواند موفقیت آمیز باشه، آیا این میتونه یه خطری برای اپوزیسیون حداقل خارج از کشور باشه؟ ما هنوز خیلی زوده قضاوت کنیم. بله. چون واقعیت امر این است که درست شاهزاده گفتن نقشی نمیخوان، بلکه آزادی و آبادی برای ایران میخوان.
اما باید ببینیم آقای اسماعیلیون وقتی صحبت میکنه اشون گفتن نقشه نمیخوان بله. وقتی میخوان صحبت کنن یا خانم بنیادی یا دیگران چگونه است؟ آقای همین دو ماه اخیر در راهپیمایی تورنتو جناب آقای استاد حالا بهشون بگیم چی بهشون بگم دکتر حامد اسماعیلیون اولا با جاستین ترودو صحبت کردن، خانم نازنین بنیادی در سازمان ملل کنار شیرین نوایی صحبت کرد، الان هم بله انصاف از خانم شیرین نوایی بهتر صحبت کرد و بعد با نخست وزیر انگلستان صحبت کرد، همین خانم بنیادی بله. آقای خانم مسیح علی نژاد صحبت کرد، اینا نشون میده همطور آقای علی کریمی با رئیس جمهور آلمان صحبت کرد، اینا نشون میده که این نفرات داره سطح سیاسی هستن. بله شاهزاده هم میراثدار من شده و تا اینجا شاهزاده با افرادی که در سطح سیاسی کلان هستن صحبت کرده. اینم بگم حالا دوستان میگن آقای ایکس نیست، مثلا اس ببریم، اسم یه نفر رو ببریم، چرا مثلا عبدالله مهتدی از پانکورت ها نیست یا چرا آقای شریعت مداری نیست؟ آقای حسن شریعت مداری در انقلاب 50 حضور داشتن و سال 96 هم تجزیه طلب بودن، الان شدن رئیس شورای مدیریت گذار که اصلا قدرت چانه زنی ندارد، قدرت عمل و توان اجرایی ندارد، طرفداری ندارد. شاهزاده با چند همراه شده که حداقل تجزیه طلب نیستن و علی ظاهر سکولار دموکرات. همین سوال رو مطرح کردن که مجازات اعدام این حس انتقام جویی رو اینقدر تشدید میکنه، نمیتونیم به جاش از حبس ابد استفاده کنیم؟ اسلام معتقد این اون بازدارندگی رو نداره. آیه‌ای که در قرآن هست حتی میگه به حساب یقتلو، نمیگه یقتلو، یعنی آدم محارب باید به صورت شدید کشته بشه. در یک موقعیت دیگه ما داریم میبینیم این باور اسلامی که این اسلام حقیقی نیست، اون اسلام حقیقی هست، باز داره باعث آزار و رنج و ماندگاری این نظام اسلامی میشه. سپاسگزار میشم از شما بشنویم. حکومتی مثلا غزنویان، سلجوقیان، حالا اینا احترام میذاشتن به خلیفه عباسی، یا حکومت گورکانیان، یا حکومت صفوی در ایران، خب بالاخره یکی از اینا باید نزدیک باشه به عقیده اسلام راستین. اینا میگن نه، مسلمون ها و ایزن کمونیست ها. اگه به یه کمونیست هم بگی کدوم یکی از این کشورهایی که الان در جهان هست یا در قرن بیستم بوده از انقلاب 1917 ولادیمیر ایلیش لنین، تروتسکی و جوزف استالین، از 1917 که کمونیست ها کشور در اختیار گرفتن تا حالا، هنوز هم دارن دیگه، کوبا رو دارن مثلا، ویتنام رو دارن، کره شمالی رو، یه جورایی حالا اسم دوچه هست، اسمش کمونیست نیست، نوع من در آوردی با کنفیسیوس قاطیش کردن و یه سری عقاید عجیب غریب، یا چین به عنوان مهمترین کشور کمونیست امروز جهان دارن، کدوم کشور کمونیستیه؟ کمونیست هم دقیقا جواب مسلمان ها رو میدن، میگن هیچ کدوم. من یادم یه زمانی با اینا در حقیقت مناظره میکردم، میگفتم آیا استالین و جنایتهاش رو پای تفکر کمونیست ها مینویسی؟ میگفتن نه. میگفتم آیا چاوچسکو همین در زمان هاشمی رفسنجانی بله سال 1990-91 بود، همچه حدودی این انقلاب رومانی رخ داد، این یکی رو دیگه بیای به عنوان کمونیست قبول کنی؟ میگفتن نه. میگفتن برادران کاسرو، میگفتن نه. میگفتن آلمان شرقی دیدیار، میگفتن نه. مجارستان، میگفتن نه. ویتنام شمالی و ویتنام کلا، میگفتن نه. نه، هم مسلمان ها هم کمونیست ها میگن ای بگر هست از ماست، ایدولوژی ما مشکلی نداره، و در نقطه ای که هنوز این نقطه روی نقشه جغرافیایی دیده نمیشه به. زمان این ایدولوژی و اون آرمان شهر اوتوپیا مدینه فاضله جناب ارسطو بروز میکنه. عزیزان مدینه فاضله ارسطو و کتاب اغراض مدینه فاضله، اغراض فی معبد و طبیعه مال ابو نصر فارابی که که بزرگترین نویسندگان ایرانی هست، بهش میگم معلم ثانی، این کتابه. تو دنیای واقعی ما آرمان شهر که نداریم. این که شما میگید در این 1400 سال هیچ کدوم از سطح حکومت اسلامی تو بیشتر از 50 تا کشور تو 1400 سال هیچ کدوم اسلام راستین نبوده، این که هیچ کدوم از حکومت‌های کمونیستی در 100 سال اخیر حکومتی نبوده که کارل مارکس گفته، پس نشون میده یه جای کار مشکل داره دیگه. برابر. دستور من به دولت این است که به شما زمین در واقع مجانی بدهم.
و این برای خاطر اول کارگره، چون یکی از افراد مملکت ایرانه و ما به فکر اکثریت هستیم و همه افراد مملکت باید به حداقل زندگی برسند،